بیا تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. با سلام و درود به همه شما نازنینان و همراهان گرامی، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و در این دوران سخت و بحرانی حتی الامکان در صلح و آرامش باشید. بنده ابوذر حسن بند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی، و خیلی خوشحالم که پس از مدتی یه بار دیگه فرصت دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. بهترین شیوه استفاده از کانال یوتیوب. Hello dear English learners. سلام به شما فراگیران زبان انگلیسی. How to use our YouTube channel in order to easily learn English language. چطور از کانال یوتیوبمون استفاده کنیم که بتونیم به راحتی زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. دوستان عزیز، این چیزایی که اینجا میگیم میتونین همه جا استفاده کنین. مختص استفاده از تمامی کانال‌های یوتیوب، بهتر میتونید متوجه بشید. اگر که اولین بار وارد کانال ما شدید، ازتون خواهش میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، مشترک کانال ما بشید. اگر از طریق آپارات این ویدیو رو میبینید، روی دکمه دنبال کردن بزنید، ویدیوهای ما رو ببینید، ویدیوهای ما رو لایک کنید. با زدن دکمه لایک به ما در رشد، انتشار و پخش ویدیوهای از این قبیل کمک کنید. سپاس از شما. خب دوستان، ما از طریق کروم میخوایم وارد یوتیوب بشیم. حالا اینجا آیکون یوتیوب رو داریم، چون من زیاد وارد یوتیوب میشم، روی آیکون میزنیم. خب اینجا صفحه یوتیوب برامون لود شد. حالا اسم کانال رو اینجا داریم، مستقیم وارد کانال میشیم. ببینید دوستان، شما اگه بخواید خودتون وارد یوتیوب بشید، ابتدا باید www.youtube.com اینو بزنید، بعد وارد یوتیوب بشید. از اونجا میتونید اسم کانال رو سرچ کنید. اسم کانال ما English Language Teachers. English Language Teachers. اگر که اسم بنده رو هم بزنید، اسم کانال بالا میاد. ببینید تو قسمت درباره اسم بنده رو که بزنید، ابوذر حسن بند عموزاده، اگه با همین املا اسم بنده رو بزنید، کانال ما رو میتونید ببینید. دوستان توجه کنید، میدونید که یه دونه جیمیل میخواید که وارد یوتیوب بشید، یه دونه اکانت درست کنید. خیلی راحت با گوشی های هوشمند میتونید این کار رو انجام بدید. تمام گوشی های هوشمند به صورت پیش‌فرض افزونه آیکون یوتیوب رو دارن و میتونید از اون طریق وارد یوتیوب بشید. فقط یه نکته رو من بگم خدمتتون، چون که یوتیوب تو ایران فیلتره، حالا از طریق کروم اگر بخواید با لپتاپ یا کامپیوتر وارد یوتیوب بشید، ببینید از این سه نقطه، این سه نقطه رو میزنید، این سه نقطه رو که زدید
قسمت مورتولز، قسمت مورتولز. بعد میری تو بخش اکستنشنز، اکستنشنز رو که باز کنید اینجا یه قسمت سرچ داره. ببینید اکستنشنز، سرچ اکستنشنز. تو قسمت سرچ اکستنشنز این براوزک وی پی ان، فری وی پی ان فور کروم، اینو میزنید سرچ میکنید. وقتی که اومد دانلود میکنید، دانلود که کردید این قسمتشو ببینید، دانلود که شد این قسمت رو فعال میکنید. وقتی که بالای تصویر رو ببینید، ببینید الان رفت. وقتی که فعال کنید این آیکون میاد و شما میتونید به راحتی بدون فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید، خیلی راحت با سرعت عالی. حالا این کانال ما هست English Language Teachers. دوستان دقت کنید، ببینید بالای تصویر در تمام یوتیوب ها، چه از طریق کامپیوتر وارد بشید، چه از طریق لپتاپ، چه از طریق گوشی های هوشمند موبایلتون، ببینید قسمت های مختلفی هست. یه صفحه اصلی داریم. حالا تو صفحه اصلی فیلم های کوتاه یوتیوب، آپلود ها، این صفحه اصلیه. بعد از صفحه اصلی قسمت ویدیوها. وقتی که روی ویدیوها میزنید ببینید تمام ویدیوهایی که تو کانال بنده آپلود شده براتون بالا میاد. خب تو این بخش ویدیوها من این نکته رو بهتون بگم. ببینید سمت چپ تو گوشی موبایلتون باشه، حالا ممکنه که جاش تغییر کنه، سمت چپ این قسمتی است به ترتیب. اینجا وقتی که روی این قسمت بزنیم سه تا بخش داره. یه قسمت از تاریخ افزودن، یعنی ویدیوها رو بر اساس جدیدترین ویدیو بهمون نشون میده. مثلا جدیدترین ویدیویی که بنده گذاشتن واژگان کلیدی پایه هفتم بخش سوم، 10 ساعت پیش. ببینید 10 ساعت پیش این ویدیو رو گذاشتیم، 10 ساعت پیش، 11 ساعت پیش، 11 ساعت پیش، ویدیو قبلیش یه روز پیش. بخش دومش تاریخ افزودن بر اساس قدیمی ترین. ببینید وقتی که روی این قسمت میزنیم الان نگاه کنید اینجوری که نشون میده، الان اولین ویدیویی که من تو کانالم گذاشتم ترجمه آنلاینه. به ترتیب دیگه بعد از قدیمی ترین به جدیدترین تقسیم بندی میکنه، به این ترتیب نشون میده. حالا بخش بعدی پرطرفدارترین. ببینید روی پرطرفدارترین میزنیم، یعنی ویدیوهایی که بیشترین بازدید رو داشتن تو کانال ما، بیشترین ویو رو گرفتیم نشون میده. پس تو بخش ویدیوها از قسمت سمت چپ پرطرفدارترین، تاریخ افزودن قدیمی ترین، تاریخ افزودن جدیدترین. دوستان دقت کنید، مثلا میتونید وارد هر کانالی بشید، بیاید تو قسمت ویدیوها روی پرطرفدارترین ویدیو بزنید، اون کانال رو که نمیشناسید اون ویدیوهای پرطرفدار رو ببینید و اگر که دوست داشتید اون کانال رو دنبال کنید. پس گوشه سمت چپ تمامی ویدیوها بر این اساس تقسیم بندی میشن، بر این اساس پرطرفدارترین، تاریخ افزودن قدیمی ترین، تاریخ افزودن جدیدترین. معمولا به صورت پیش‌فرض روی تاریخ افزودن بر اساس جدیدترینه. دوستان بعد بخش بعدی فهرستای پخش، پلیلیست. یه نکته رو بگم خدمتتون، تمام درسایی که بنده توی این کانال قرار دادم ترتیب دارن. وارد پلیلیست بشین. وقتی که وارد پلیلیست شدین بهتون میگیم که چجوری باید عمل کنید.
ببینید پلیلیست رو میبینید، پایه هفتم آموزش زبان انگلیسی برای تمامی مقاطع و سطوح، واژگان ضروری کنکور، تقویتی کنکوری، آموزش سریع و ساده زبان انگلیسی در خانه، آموزش زبان انگلیسی پایه 11، آموزش زبان انگلیسی پایه 10، فیلم‌های کوتاه، آموزش زبان انگلیسی به روش نصرت پایه 8، پایه 9، ایران زیبای ما، برنامه‌های کاربردی، تست‌های کنکوری دبیرستان، معرفی کتاب‌هایی که من خواندم اول دبیرستان. دقت کنید کل پوشه‌ها رو ما دسته‌بندی کردیم، تمام درس‌ها رو تو کانالمون به ترتیب قرار دادیم. حالا بخش چهارم کانال‌ها. ببینید دوستان این کانال ها حالا برای من به صورت خصوصیه، کانال هایی که دارم خصوصیه، عمومیش نکردم، یعنی کانال هایی که بنده دنبال میکنم این قسمت تو این قسمت نشون داده میشه. یه بحث و گفتگو داریم، بحث و گفتگو هم که میتونید بنویسید متن و نظرخواهی کنید، و یه قسمت درباریه داریم about، اینجا مثلا بازدیدهای کانال بنده رو نشون میده 28583، البته معمولا 48 ساعت عقبه، الان بازدیدهای بنده بالای 30000 تاست، یه کمی دیرتر آپدیت میشه. اینجا شرح داریم که ما یه سری نکات رو اینجا نوشتیم و اینجا هم ایمیل بنده رو میبینید. حالا در قسمت پیوندها دوستان میتونید از طریق پیوندها اینجا سابسکرایب یعنی دنبال کردن، مشترک شدن، روی این دکمه که بزنید میرید و میتونید مشترک کانال ما بشید. اینم دسترسی به آپارات بنده است. خوشحال میشم که بیایید سر بزنید. اونجا هم ویدیوها رو گذاشتیم و اینجا هم آدرس تلگرام بنده است. میتونید تو تمام این قسمت ها عضو بشید. خب میریم تو قسمت صفحه اصلی. ببینید دوستان صفحه اصلی یا قسمت ویدیوها، حالا بریم تو ویدیوها راحت تره. حالا ما جدیدترین ویدیویی که گذاشتیم و براتون پخش میکنیم. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. خب دوستان ببینید این ویدیو رو از این طریق، حالا اگه از طریق کامپیوتر میبینید یا لپتاپ، اگه از طریق موبایل هم میبینید دقیقا همین مشخصاتو داره. تمام صفحه میزنید، وقتی روی این قسمت بزنید ببینید اینجوری میاد تو بخش تمام صفحه. بعد این قسمت تنظیمات رو که بزنید ببینید دوستان کیفیت تصویر، مثلا اینجا روی کیفیت تصویر میزنیم 720، 480، 360، 240، 144، رو خودکار برای بنده، کلن برای تمام موارد به صورت پیشفرض روی خودکار خودش با توجه به سرعت اینترنت کیفیت رو بهتون میده. حالا اگر یه سری ویدیوها رو مشاهده میکنید که به اصطلاح تصویر نداره میتونید کیفیت 144 رو انتخاب کنید که میزان کمتری از داده اینترنتتون مصرف بشه. حالا پس دوباره برمیگردیم، سفر رو کوچیک میکنیم. خب دوستان اگر دقت کنید معمولا یوتیوبرها میگن که در قسمت دیسکریپشن، قسمت دیسکریپشن، description از describe میاد، describe یعنی توضیح دادن، شرح دادن، description یعنی توضیح، توضیحات، شرح. description کجاست؟ ببینید
این قسمت، قسمتی که زیر ویدیو میشه دیسکریپشن. الان توجه کنید، این قسمت دیسکریپشنه. من اینجا چند تا هشتگ نوشتم: آموزش زبان انگلیسی، کنکوری، راهنمایی. خب لطفاً کانال ما رو دنبال کنید. اینم لینک کانال بنده است، لینک کانال تلگرام، ویدیوی پرطرفدار در آپارات میزنید روش و به سایر لینک ها هم دسترسی پیدا میکنید. وقتی میگن در قسمت دیسکریپشن یعنی این قسمت. خب یه بخش دیگه ای داریم، بخش کامنت ها. کامنت یعنی دیدگاه، نظر. دیدگاه، نظر. خب اینجا افزودن نظر عمومی، میتونید نظراتی که دارید راجع به ویدیو اونا رو بگید و بنویسید. سوالی دارید، موضوعی هست. خب دوباره بر میگردیم، وارد فهرست‌های پخش میشیم. ببینید فهرست‌های پخش، مثلا شما مثلا سوم دبیرستان هستید، میایید این قسمت روی فهرست پخش مربوط به پوشی سوم دبیرستان کلیک میکنید. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more? حالا اینجا تبلیغات مربوط به این ویدیو رو داره نشون میده که من میبندم، یعنی میزنم رو پاز. ببینید دوستان، فهرست پخش، وقتی که شما روی فهرست پخش میزنید از اولین ویدیو شروع میکنه و پخش میکنه براتون به ترتیب. حالا مثلا این پوشه تعداد ویدیوهاش هست، ببینید تعداد ویدیوهاش 62 تا ویدیو داره. به ترتیب نشون میده. اگر که مثلا ویدیو رو قبلا دیده باشید مشخصه دیگه، ویدیو این قسمت زیرش، نوار زیرینش اینجوری قرمز میشه. مثلا من این ویدیو رو کامل دیدم، ببینید کامل قرمز شده. خب اینجا که اومدید ببینید اینجا دیگه پخش میکنید، دوباره میزنید پاز میشه، عقب و جلو داره. مثلا علامت جلو رو میزنیم، ببینید اتوماتیک رفت سراغ به نام خدا ویدیوی بعدی. خب حالا صداشو از این طریق میتونید کم و زیاد کنید. من کلن رو قسمت بی صدایی گذاشتم. دوباره ببینید به راحتی میتونید بزنید رو بعدی و براتون پخش میشه. حالا اگه خواستید میتونید لایک کنید، اینجا کامنت بذارید. و موارد دیگه. پس از طریق پلیلیست میتونید پلیلیست ها رو عوض کنید. دوباره برید، برگردید عقب. ببینید برمیگردیم عقب. خب میایم سر صفحه اصلی. باز پلیلیست های مختلفی داریم. میتونیم پلیلیست رو عوض کنیم. درس ها به ترتیب چیده شدن. خیلی راحت میتونید ترتیباتش رو ببینید. اینم قسمت about درباره است. خب صفحه اصلی هم که گفتم خدمتتون، بر اساس ویدیوهای جدید الان جدیدترین ویدیوها رو نشون میده. ببینید جدیدترین ویدیوها رو نشون میده. تو قسمت ویدیوها هم ببینید این به ترتیب میتونید تقسیم کنید، خودتون تنظیمات رو انجام بدید بر اساس ویدیوی جدید، ویدیوی قدیمی و ویدیوی پرطرفدار. چیز خاصی نداره، خیلی خیلی ساده است. حالا ببینید اگه از اینجا روی آپارات بزنید وارد آپارات میشید، روی یوتیوب این سابسکرایب بزنید میرید دکمه سابسکرایب، اونجا هست، میتونید مشترک کانال بشید.
اگر که تا اینجای ویدیو رو دیدید ازتون خواهش میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، مشترک کانال ما بشید. اینجا هم لینک دسترسی به کانال تلگرام ما هست، اونجا تستای مختلف رو قرار دادیم، نزدیک 1000 تست زبان انگلیسی هست، میتونید بیاید و دانش زبانی خودتون رو بسنجید. خب دیگه چیز خاصی نمیمونه، مطلب قابل ارزی. اگر که احیانا سوالی داشتید در قسمت کامنت ها، در قسمت دیدگاه ها سوالات خودتون رو بپرسید، خوشحال میشم که بتونم به سوالاتتون جواب بدم. براتون بهترین نعمت های حلال خدا رو هم در دنیا و هم در آخرت آرزو میکنم. از خدا میخوام که همیشه ضربان قلبتون روی فرکانس خوشبختی و عشق و امید باشه و امیدوارم که همیشه بهترین لحظه های زندگیتون رو تجربه کنید. امیدوارم که زندگی باهاتون تا پایان روی خوش داشته باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند شما ابوذر حسنوند عموزاده.